شب بخیر. از واشنگتن صدای آمریکا به شما یاران گرامی میزگردی با شما خوش آمد میگم. امشب و در این میزگرد با سام قنچی فیوچریست یا آینده نگر به آینده نگاه خواهیم کرد و به نقطه ای از آینده که نقطه تعیین کننده در تکامل انسان امروزی خواهد بود، نقطه انفصالی که رسیدن به آن همچنین در حکم پایان مرگ خواهد بود. گاه بعضی از خردگیران استدلال میکنند که مثلا اگر قضیه تکامل درست باشه و ما از یک تک سلولی تا میمون و انسان و بالاخره انسان تکامل یافتیم، انسان میمون و بالاخره انسان تکامل یافتیم، چگونه است که هزاران سال است که همچنان در جا میزنیم و از تکامل بعدی خبری نیست و یا چرا همچنان میمون ها میمون باقی موندن؟ از این دوستان گرامی خواهش میکنم امشب به خودشون زحمت بدن و این میزگرد را با دقت ملاحظه بفرمایند. اجازه بدید با شما به سام قنچی خوش آمد بگم. خیلی خوش آمدید سام. خیلی ممنون از دعوت شما و با سلام به شما و بینندگانتون. خیلی خوشحالم که مایه افتخار منه که در برنامه شما شرکت داشته باشم و به سوالاتی که بینندگان داشته باشن در این زمینه بتونم، اگه بتونم پاسخی بدم که مورد توجهتون باشه، خیلی خوشحال میشم. سام، شما در مورد هوش مصنوعی که Artificial Intelligence که میگن صحبت میکنی و اینکه این چگونه ما را رهنمون خواهد کرد با مدد نانوتکنولوژی به نقطه انفصالی که این در سال 2045 باید اتفاق بیفته. حالا اصولا راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم، بعد بریم به اینکه چگونه از نانوتکنولوژی بهره گیری میشه برای پیشرفت و توسعه دادن این هوش مصنوعی و چرا میرسه به پایان مرگ. اگه بخوام این بحث رو یه مقدار به اصطلاح یه سازمانی بهش بدیم سر بحث هوش مصنوعی، هوش مصنوعی کلن از دو زاویه به هوش مصنوعی توجه میشه. یکی زاویه ایست که بهش میگیم هوش مصنوعی محدود، یا در انگلیسی بهش میگن narrow AI یا weak AI یا هوش مصنوعی ضعیف، و یکی هم از زاویه ایست که بهش میگن هوش مصنوعی قوی یا strong AI. اول بذارید با یه هوش مصنوعی محدود شروع کنم. من خودم یک رساله سال 1985، 22 سال پیش، در این زمینه در ژورنال علمی انجمن هوش مصنوعی آمریکا AAAI منتشر کردم که در اونجا بحثی که داشتم این بود که اساساً ساخته شدن هوش مصنوعی، ابزار هوشمند به شکل مصنوعیش، نیاز به انسان رو به عنوان یک ابزار هوشمند در کل تولید از بین میبره. و اون موقع یادمه که آقای دانیل بل در نامه‌ای از من پرسید که امیدوارم که منظورتون از هوشمند اینفرنس باشه به انگلیسی، و اینفرنس یعنی قواعد اصطلاح منطق، استفاده از قواعد منطق در کامپیوتر که ما وقتی اینو پروگرام میکنیم مثلا به عنوان الگوریتم‌های کامپیوتری. و گفتش که من از لغت هوشمندی اینتلیجنس گفت وحشت دارم، یا اصطلاح اینو که به کار برد که بی دیویلز است، با اینکه خودش، خود دنیل از آینده نگرهای خیلی معروف اصطلاح دنیاست، آینده که میکرده مدرن که بهترین کارها رو کرده. من در پاسخ گفتم که بله، اتفاقا این نوشته من بر مبنای هوش مصنوعی به معنی محدود کلمه است، یعنی همون قواعد منطق، ولی که پتانسیل هوش مصنوعی معنی وسیع کلمه را هم میبینم. منظور از هوش مصنوعی به معنی محدود کلمه یعنی که حتی به عنوان ابزار، مثلا ابزار هوشمند، یعنی ما از انسان به عنوان ابزار هوشمند در تولید استفاده شده در تاریخ، از جوامع برده‌داری بگیر تا بیایم جلو، یعنی از استفاده از انسان در تولید به عنوان ابزار، و از چیزهای دیگه هم استفاده شده، حیوان دیگه، مثلا از سگ برای ردیابی مثلا جنایت کاران، چون یه موجود هوشمنده که به هر حال با یه هوش محدود داره میره یه کاری برای ما انجام میده. شما همطور از یه آدم اگر بهره میگیرید که کاری برای شما انجام بده، در حقیقت دارین از این یک هوش، حالا از این هوشمندیش به این معنی محدود کلمه، یعنی به معنی این که از
حواسش از پنج حسش داره استفاده میکنه، به معنی این که از به اصطلاح تخصص و فکر یه تخصصی معینی داره استفاده میکنه، مثل یه دونه پرند مثلا فرض کنیم کفتری که فرستادید که نامه ببره، داره از یه کار معینش داره استفاده میکنه توان هوشمندیش، و یا اینکه از توان مثلا اینکه بتونه زبان طبیعی رو درک کنه. این سه تا ویژگی هوشمندی است به معنی اینفرنس که صحبت میکنه. در جوامع مثلا جوامع برده‌داری دیگه تموم شدن توی دوره از تاریخ و دیگه ادامه نمیدادن، چون دیگه نمیخواستن با انسان به صورت نامساوی برخورد کنن، ولی نیاز به انسان برای انجام این نوع کارهای هوشمند وجود داشت. واسه همینم هم میبینیم دوباره برده‌داری مثلا در آمریکا چند قرن بعد دوباره میتونه زنده بشه، ولی که وقتی این نیاز تکنیکی از بین بره که با به وجود اومدن ابزار هوشمند از بین میره، دیگه این نیاز تکنیکی مادی برای استفاده از انسان به عنوان ابزار دیگه از بین رفته، ولی به این معنی نیستش که لحاظ اقتصادی و اجتماعی این از بین میره. من مثلا با شما صحبت میکردم میگفتم که مثلا پمپ بنزین های مثلا ایالت اورگان میگن که از اینکه احتیاجی هم به آدم ندارن که بنزین بزنه، میگن که حتما از قانون گذاشتن که از آدم باید استفاده کنه برای اینکه کار ایجاد شه. این دیگه نیاز تولید نیست، این به اصطلاح به خاطر اینکه یه نفر میخواد مسئله مثلا بیکاری رو از این طریق حل کنه که مثلا این کار ایجاد کنه. بحث اینه که با به وجود اومدن ابزار هوشمند نیاز به اینکه انسان به عنوان ابزار به کار ببریم از بین میره. این معنی هوشمندی به معنی محدود کلمه است، ولی که هوش مصنوعی به معنی وسیع کلمه اصلا تحول تاریخی خود انسان و موجودات هوشمند در فرای آن چیزی است که ما امروز داریم. من تو نوشته بهتر گفتم این پتانسیل وجود داره و این پتانسیل هم مسائل دیگری رو با خودش طرح میکنه که موضوع بحث تولید نبود، ولی موضوع بحث تحول جامعه هست و این موضوعیه که به اصطلاح امشب اگر دوست داشته باشید بهش بپردازیم که چگونه ما میریم و به نقطه انفصالی میرسیم. حالا وقتی ما راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، تصویری که میاد سالهاست میاد توی سر مردم، همون تصویری که به اصطلاح نویسندگان داستانهای تخیلی علمی تخیلی مینوشتن، به هر حال اونا تصویر یک کامپیوتری هست که روز به روز داره این کامپیوتر بیشتر پیشرفت میکنه تا جایی که از انسان جلوتر میزنه، بنابراین انسان اینو به عنوان یک تهدید قلمداد میکنه. درست. برای همین اجتماع حالت تدافعی جلوش میگیره. در آثار بسیاری از این نویسندگان آینده نگر چون تکنولوژی رو ثابت دیدن، تنها این مورد رو دیدن که تکنولوژی فقط در مورد کامپیوتر پیشرفت کرده، تکنولوژی حاشیه‌ای مثل این نانو تکنولوژی رو ندیدن. درست. بنابراین به صورت یک تهدید جلوه میکنه، اجتماع نمیپذیره. اول که یک مرتبه یک ربات، یک مثلا یک موجود آهنی، یک موجود از آهنی که حالا نه یک پلاستیکی هر چیزی بیاد جلو خودش براش رقیب بشه. درست. چه اتفاقی میفته در آینده ای که شما از اون صحبت میکنید؟ چه اتفاقی میفته که این تهدید و این ترس از گرده بشر برداشته میشه، بنابراین میتونه بره و به مرحله بعدی برسه که نقطه انفصالی باشه، یعنی خودش حالت دفاعی نگیره جلو این تکنولوژی؟ خیلی سوال خیلی عالیه، خیلی سوال بسیار جالبی است که شما میکنید، که اصلا کلن این وحشتی که از یک پیشرفت، از یک تحول هست و تو داستانه چه گذشته و نوعی که مثلا فرانکشتاین مری شلی میاد بعدم وقتی فیلم میشه اصلا خیلی معنیش عوض شده، اصلا درکی که اصلا تو اون کتاب هست که اتفاقا خوشحال از این که انسان تونسته یه چیز جدیدی بسازه، تونسته خلق کنه، ولی داره به اصطلاح اون موجود میگه چرا نیازهایی که من داشتم رو در نظر نگرفتی، چرا از پیش به اصطلاح آینده نگر نبودی؟ به خود اون خالق داره اینو میگه، میگه چرا مثلا برای من جفت نساختی، چرا احساسات منو درک نکردی که من چه قیافه‌ای می‌خواستم داشته باشم. چیزی که حتی تو فیلم‌های مثلا اخیری که داریم مثلا مثل فیلم AI مال اسپیلبرگ
مثلا مکاها انگار همشون ثابتن از لحاظ توان، انگار مثلا همین انسان امروزن با همون چیز عقب ماندگی هایی که داره. و این سوال خیلی جالب است که آیا مقاومت چیست؟ آیا این مقاومت به نفع یه جامعه است؟ من اجازه بدید یه مقدار یه چیزی رو ذکر کنم در مورد آینده نگرها. آینده نگرها علمی، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم آینده نگری مدرن، چه در عرصه تحلیلی باشه که سوال این رو که چه میتونه اتفاق بیفته پاسخ میدن، چه در عرصه نظری باشه که در مورد این که چه به اصطلاح چه چیزهایی میتونه، و ببخشید گفتم تحلیلی به معنی این که چه چیزهایی ممکنه که اتفاق بیفته. آینده نگرهای تحلیلی که تحلیل میکنن روندها رو میسنجن، آینده نگرهای نظری که میان میگن چه چیزایی میتونه اتفاق بیفته، و یا آینده نگرهای مشارکتی که فکر میکنن چیزایی باید اتفاق بیفته، مثلا فرض کنیم فعالین حقوق زنان. ولی یه چیزی که همه اینها در به اصطلاح مشترک دارن در مورد آینده نگر بودن اینه که واکنش به اون چیز رویدادهایی که به اصطلاح اتفاق میتونه بیفته قبل از اینکه اتفاق بیفته، واکنش به آینده پیش از این که بشه حال. به چه معنی؟ رابرت جونگ یکی از کسانی بود که در دوران جنبش ضد فاشیست فعال بود، بعد از اینکه بعد از جنگ جهانی دوم برای مبارزه ضد توسعه اتمی، خطر اتمی داشت فعالیت میکرد، رفته بود ژاپن. یه نفر تو ژاپن بهش میگه شما چرا همیشه عقبین؟ چرا قبلا که این مسئله داشت پیدا میشد فکرش نبود؟ چرا اون موقع هم صبر کردی تا فاشیست بیاد بعد فکرش بود؟ به عبارت دیگه چرا شما زودتر شروع نمیکنید چیزایی که داره پیش میاد رو ببینید؟ و این باعث میشه که اصلا یکی از پایه‌گذاران انجمن جهان آینده که ما در آمریکا هستش، World Future Society، یکی از کساییه که چیز میشه. و خیلی جالبه که اینا یک مروری که روی کتاب ایران آینده من نوشته بودن میگفتن که این یه آلترناتیویست آینده نگری در برابر تروریسم برای خاورمیانه و ایران، وقتی که اینا داشتن نگاه میکردن که چگونه میتونیم ما از پیش ببینیم این تحولاتی که داره به وجود میاد، و برای نوعی که امروز زندگی میکنیم، به قول یه نفر میگفت برای کودکانی که در جنگی هنوز کشته نشدن کسی نمیتونه، یا بی خانمان نشدن کسی نمیتونه بره پول جمع آوری کنه، و شاید از این نظر خیلی کارش بی معنی جلوه بده، ولی کن اتفاقا این کاریه که خیلی با ارزشه. تحولی که ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم، به جای اینکه بترسیم باید ببینیم که این تحول، مثلا یه فیلم هری پاتر اصلا حتی چیزای علمی رو نشون نمیده، اصلا به چیز علم متحولات ترند ها یا روندهای علم کنونی نگاه نمیکنه، ولی یه چیزی داره توش که خیلی جلب کننده شده برای اکثر کسانی که برای تحولات جدید دارن نگاه میکنن. ایدئال یا آدمی که توشه شیپ شیفتره، یعنی میتونه هر لحظه یه چیزی باشه، میتونه آدم باشه، یه چیز دیگه باشه، یه توده از انرژی باشه، میتونه هر چی باشه، میتونه شیپش رو عوض کنه، یه شیپ معینی نداره، یعنی مثل مجبور نیستی که به صورت فرانکشتاین از اول تا آخرش دوباره به شکل یه آدم ساختنش. در صورتی که امروز ما تحولات مثلا نانوتکنولوژی که داریم صحبت میکنیم، از نانوبات هایی داریم صحبت میکنیم که به اندازه سایزشون یا اندازشون به اندازه کوچکتر است، یا به اندازه سلول خونم درون خونم که دارن میرن اونجا و دارن مثلا پروسه های پیر شدن رو عقب میندازن، یا پروسه های مثلا مریض شدن، چیزهایی که ویروس هایی که یا اشتباهاتی که تو ترانسکریپشن مثلا ژن هست یا تو ترانسلیشن هست، این رو میرن تصحیح میکنن. خب چنین تصویری که داریم ارائه میدیم، این اصلا یه تصویر به اصطلاح مثل اون فیلم AI نیست که یه سری مکا هستن یه سری اورگا هستن، اصلا یه چیز دیگه است. به اصطلاح از سطح اتمی داریم میسازی. در اینجا هوش مصنوعی که از صحبت میکنید به کمک این نانوتکنولوژی که میتونه یک جزی از خود انسان بشه و نه خارج از انسان، بنابراین انسان به مرحله‌ای میرسه که میخواد در تکامل آینده خودش نقش داشته باشه و خودش طراحی میکنه تکامل آیندهش رو. دقیقا درست میفهمید. ببینید دوام شما خوب نشون داد که آیا انسان خودش نقش داره در این آینده خودش رو ساختن، و این اصلا اهمیتش در چیه. چون ما مثلا میگیم که خب قوانین تکامل این بوده که مثلا علاوه عمر بشر، یا عمر خیلی انواع مختلفی که میبینیم، مثلا تا موقعی که شما تولید مثل میتونید بکنید، مثلا بچه دار میتونید بشید،
نیاز بهتون هست، بعد مثلا نیاز نیست، در نتیجه تکامل طوری بوده که این شروع کنه سلولاش به پیر شدن و آماده بشه که از بین بره، اصلا نباشه. بعضی از مثلا انوار ما میبینیم که اصلا مثلا میل یا چیز مثلا نر یا مذکر که مثلا نقش خودشو در مثلا تولید مثل ایفا کرده میمیره. خب این تکاملیست که به اصطلاح تکامل بیولوژیکیه که داریم، ولی اگر تکامل بعدی که تحولی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم تحول بیولوژیک نیست، آیا مجبور به چنین قوانینی تن بده؟ نه، مجبور نیست. همین الانش اگه نگاه کنیم مثلا در میون انسان ها مثلا سکس یه زمانی که مثلا نگاه میکنی یا مثلا حیوانات و اینا اساسا برای تولید مثل، امروز 95% سکس در میون انسان ها اصلا برای تولید مثل نیست. خب آیا یه همچین چیزی در مورد مثلا غذا خوردن هم نمیتونه اتفاق بیفته؟ اتفاقا میتونه اتفاق بیفته و این بحثیه که الان تو این زمینه هست، آیا غذا خوردن برای فان و غذا خوردن برای اینکه نوتریشن به اصطلاح یا مواد غذایی بگیره بدنت. مثلا ما الان میتونیم خیلی راحت آی وی وصل کنیم به بدن، یا خیلی غذایی که مثلا برای فضا نورد هست که اصلا احتیاجی به کل این پروسه رو کم کم حذف میکنه، که البته تاثیر میذاره روی اینکه اصلا کل ساختمان بدن وقت چه ریختی میتونه باشه. سوالی که هستش یه بحث، برگردیم به عقب، گفتیم چرا 20 سال دیگه، چرا مثلا کورزویل میگه که تا 20 سال دیگه، یعنی تا سال 2027 اساسا ما مرگ رو میگه از بین میره، یعنی ما دیگه مرگ نخواهیم داشت. چطور از بین میره؟ تا 2027 یعنی شما جلو اون عامل پیری رو میگیرید و همینطور دوباره بازسازی میکنید، یعنی میشه دوباره باز ساخت تمام هر کدوم از این ارگان ها و اعضای بدن که یک بار دیگه میساز. واقعیتش اینه که ما از یکی در مورد مثلا به اصطلاح بگیم تا 2027 چه انتظاری داریم و 2027 تا 2045 چه انتظاری داریم. تا 2027 انتظار ما این هستش که اساسا سرعت چیپ کامپیوتر، سرعت به اصطلاح هسته مرکزی کامپیوتر یا به اصطلاح سی پی یو کامپیوتر میره به سرعت 10^19 سی پی اس میرسه، یعنی محاسبه در ثانیه، سی پی اس یعنی کامپیوتیشن پر سکند. این سرعتی است که مغز انسانه، یعنی ما 20 سال دیگه، تا 20 سال دیگه طبق قانون به اصطلاح مور که تا اونجایی هم که ما میتونیم نشون بدیم اینه که این قانون تا اون موقع ادامه پیدا خواهد کرد، که سرعت به اصطلاح مغز انسان رو ما از اون خواهیم گذشت. طبق برآورد کورزویل که بحث سینگولاریتی که بحثیه که اون میکنه که در سال 2045 میبینه، میگه تا سال 2045 از انسانهایی که دیگه در 2045 به این انواعی به اصطلاح تحول ژنی و نانوتک و هوش مصنوعی مجهز نشده باشن، این انسانهایی که نشدن دیگه بعد از 2045 دیگه قادر به رقابت نخواهم بود با انسانهایی که تکامل پیدا کردم. شما یعنی در اینجا آدم هایی که ملحق نشن به جمع تکنولوژی جدید خواهند مون در مرحله ای که یک انسان درجه دو میشن یا هر چیزی، مثلا همون حالتی که میمون ها الان گرفتن در مقابل انسان. واقعیتش اینه که معنیش اینه. بله، معنیش همینه. ببینید نقطه انفصالی یا سینگولاریتی تو ماتماتیکس، تو ریاضیات به نقطه میگن که اندازه صفر و ماس یا جرم بی نهایت، مثل معادله مثلا یک روی اکس وقتی اکس بشه صفر، یعنی نقطه ایست که بعد از اون رو به اصطلاح حرف زدن در برایش خیلی سخته. یعنی شاید مثلا ما اگر در دورانی بودیم که داشت تازه انسان مثلا شروع کرده بود ابزارسازی و هنوز به اصطلاح انسان حتی هوموسیپیان سیپیان نشده بود، انسان میمون نشده بود، بعد مهمون انسان اصلا نشده بود، این چیز، این موجود اگه میخواست در مورد مثلا بعد از این نقطه انفصالی صحبت کنه خیلی مشکل بود، ولی ما این کارو داریم میکنیم، داریم در این باره صحبت میکنیم که بعد از این نقطه انفصالی چیست. یه چیزی که مشخصه اینه که اکثر کسانی که بینندگانی که دارن همین الان این برنامه رو میبینن، به نظر من اکثر اینها در زمان بعد از نقطه انفصالی خواهند بود، حتی بیبی بومرها مثل خود من، الان 56 سالم، آقای کورزویل 59 سالشه، آقای کورزویل خودش تا
طبق ارزیابی به اصطلاح پزشکی که ازش کردن 20 سال جوان‌تر از اون چیزیه که هست. خب اینو البته خب میتونید به اصطلاح تحقیقات گروسمن، تری گروسمن رو ببینید که ببینید خب چقدر این ادعا درسته. یعنی یه سایتی هم هست به نام rayandterry.com که دواهایی که یه تقویتی هایی که اینها چیز کردن که شامل چیزایی مثل اومگا 3 و اصاره مثلا هسته انگور هست یا خیلی چیزایی دیگه 250 تاش که خود اینا تدوین مال بتن خودم استفاده نکردم، در نتیجه که شما خواستید استفاده کنید هرچی با دکتر خودتون مشورت کنید هر کسی که خواست بکنه. ولی این پروسه ایجینگ رو میتونه عقب بندازه پروسه پیر شدن رو و ایشون الان خودش مدعی است که 20 سال چیز شده جوان‌تر شده. هدف خودش رو میذاره برای بیبی بومر که 20 سال که این 20 سال رو یعنی تا سال 2027 خودمون رو برسونیم. سال 2027 نانو بایو تکنولوژی به جایی میرسه که میتونه اصلا پروسه ایجینگ رو عبیم بره. طبق محاسبات تا 50% بیماری ها اگر که به اصطلاح به وسیله چه جین انزرشن چه به وسیله RNA انترفیرنسینگ حل بشن، ما تا 50% این رو حل کنیم عمر انسان رو 150 سال بالا بردیم. تا 80% اینها رو که بکنیم به محاسبات دکتر فرایتس عمر انسان رو به 500 سال رسوندیم و بعد از اون دیگه آن چیزی که بخواید. خب وقتی که این قضیه پیش میاد یه مسئله مثل اینجا میگن ازدیاد جمعیت، خب اوور پاپولیشن، آیا این قضیه صدق میکنه برای آینده‌ای که مرگ قضیه مرگ حل شده باشه؟ یعنی سوال خیلی جالبیه داره شما داره تر میکنه. ما سعی میکنیم خیلی مسائل رو در مورد آینده به شکل گذشته بهش جواب بدیم، در صورتی که به اون شکل زمان نیست. حالا من یه مدل بهتون مثلا ذکر کنم که ماروین مینسکی طرح میکنه، نمیگم این مدلیه که کسی قرار بشه عمل کنه، ولی مثلا میاد میگه که اگه مشکل مسکن دارید و مثلا به کرات دیگه هم انسان ها نتونستن برن، شاید بشه اندازه انسان ها رو از 6 فوت، البته اوریج معدل که 6 فوت به 6 اینچ برد با تغییر ژنی. یعنی کل کره زمین زیادی هم خواهد بود برشون. یعنی همه چی نانو بشه حتی خود آدم. خب من نمیگم این مثلا مدلیه مثلا که بخواد حل کنید مسئله رو، یا مثلا مسئله درآمد. خب درآمد مثلا یکی میگه که خب درآمد، خب اگر شما فراوانی همه چیزو با تحول ژنتیک مثلا به جایی برسونید که همه چی مثلا هوا باشه، خب هوا الان در کره زمین چه اصلا پول نمیدی برای هوا، شاید مثلا اگه بخوای برید مریخ شاید نمیدونم، ولی اساسا برای هوا پول نمیدید، فراوانیه. یعنی اینکه یه سری این مدل هایی که اینایی که ما داریم صحبت می‌کنیم، مثلا موقعی که اینفن مورتالتی یعنی چیزی که واقعیت جوامع مثلا قرن 18 ما داریم همطوری بچه میمیرن تو ایران که تا چند نسل قبل خیلی داشتیم هر خانواده حداقل 2 تا بچه نوزاد میمرد. خب بعد که این مسئله داشت حل میشد خیلی‌ها بحث میکردن که خب پس با مسئله ازدیاد جمعیت بزرگ روبرو خواهیم بود. همون دوران اتفاقا پیشگیری از حاملگی رشد میکنه، اصلا تمام این چیزایی که وسایل پیشگیری یا به اصطلاح به وجود میاد همون ساله. حالا سام اتفاقا اگر این دانه تکنولوژی ذهن من رو به جایی برسونه که به مجهز بشم به کامپیوتری که 10 به توان 19 سرعتش هست و از اونم شاید فراتر بره، شاید طرحی مثلا فکر کنید وقتی میگن اوور پاپولیشن یا ازدیاد جمعیت احتیاج، خب شما میتونید فضا را ایجاد بکنید، فضایی که لازم دارید فضا خلق کنید. نمیشه آیا فضا درست کرد وقتی که کم بوده؟ وقتی میگن اوور پاپولیشن یعنی چی؟ یعنی به نسبت این کره زمین زیاد. خب شما اگر با اون ذهنیتی که داری بتونی فضا ایجاد بکنی، چه کمبودی پیدا میشه اصلا؟ چه اوور پاپولیشن در یک کائناتی به این بزرگی اصلا چه معنی داره؟ دقیقاً یه چیزی که ما به اصطلاح اون چیزی که بدن انسان رو از نظر بیولوژی ما تعریف میکنیم به این معنی اصلا اساساً انسان دیگه مطرح نخواهد بود. همین الان من میگم شاید برای خیلی ناخوشایند جلوه کنه، ولی همین الان شما قلب مصنوعی دارید،
همین الان ما داریم، همین الان خیلی همون آرزو میکنیم که کاشکی کلیه مصنوعی زودتر درست بشه که همین خرید و فروش کلیه و این جنایتی که در این رابطه ما میشنویم اتفاق نیفته. خیلی اصلا خیلی همون آرزو داریم اصلا کلیه کلن حذف بشه، چون اگر اساساً به اصطلاح متدی که خون و غذا رسانی به بدن احتیاجی به تصفیه اصلا نداشته باشه، در اصل نیازی به کلیه هم نیست. خود خیلی از اینا خودش با کل مدل عوض کردن تغییر میکنه. البته این رو در بستم چیزی که به قول کروزبل میگه human version 2.0، یعنی مثلا از آپگرید کردن مثلا سافتویر چجوریه به صورت تئوری، یعنی شما با نانو تکنولوژی میتونید یک کلیه دوباره یک کلیه سالم جوون بسازید بذارید برای آقای 80 ساله ای که کلیهش الان در حال کار نمیکنه. درسته، چون همین الان اصلا کارهایی که هستش مثلا اینه که تو شما بتونید مثلا سلول قلب مثلا 20 ساله رو بتونید وارد کنید در بدنی که قلب مثلا 90 ساله داره و بتونید قلب 20 ساله داشته باشید. حالا آیا در نانو تکنولوژی در ذهنیت انسان چه نوع کاری خواهد کرد؟ یعنی فکر کنید حالا مموری که و حافظه ای که من دارم و محدودیتی که این داره، چگونه آیا اینا چگونه همدیگر رو تکمیل خواهند کرد؟ چگونه در با اضافه شدن این همه اطلاعاتی که به من اضافه خواهد شد مغزم شروع نمیکنه به ابو عطا خوندن برای خودش بره اصلا یک الزایمری بگیره، نمیدونم یک راه عوضی بره. اتفاقا خیلی چیزا مثل الزایمر میتونه حل کنه. ما همین الان تو مرکز مثلا تحقیقاتی ماکس پلانک تو اروپا تونستن که به مثلا زالوها رو با کامپیوتر وصل بکنن به یک زالو، به سیستم نورانهای زالو، و زالو بتونه سیمپل اریتمتیک انجام بده. نمیتونه مثلا جمع و تفریق بکنه. یعنی این از نظر محدودیتی که به صراح اون، حالا اگر بگیم مثلا مغز خودمونم به صورتی کامپیوتر بگیم، اون ظرفیت حافظه‌ای که ما داریم این ظرفیت حافظه رو چگونه میتونه یک کامپیوتری رو قبول بکنه به جزش بشه که سرعت 10 به توان 19 داره؟ یعنی بذارید من یه تشبیه بکنم براتون. شما امروز یه کامپیوتر که دارید که دارید استفاده میکنید، یه کلم برنامه گذاشتید روش دارید استفاده میکنه، خیلی هم خوبه و این چیزا، کامپیوتره وقتی که اگه یه دفعه مثلا کراش کنه یا چیز بشه، شما میاد تمام برنامه‌تون رو می‌ریزین دور، نمی‌کنید که همه رو، شاید یه بکاپی درست کردید یه چیزی بعد می‌برید روی کامپیوتر دیگه همون رو می‌ذارید استفاده می‌کنید. ببینید انسان هنوز انقدر عقب مونده است که یه انسانی با همه این چیزایی که تو ذهنش و مغزش و همه چیزش هست وقتی میمیره همه اینا بمیره، نتیجه بکاپ نداره. در نتیجه شما هنوز به انسان در وضعیتی که کنونی داره هنوز خیلی محدود به این بدنی که درش هست، درش به صورت چیز تکاملی تله گرفته. ما چیزی که و هنوز هم تا 20 سال آینده ما بیشتر تغییراتی که میتونیم بر لازم تعدیل عمر و غیره بکنیم بچه در چارچوب ژنتیکه. تحولی که ولی ما نانو تکنولوژی که میگیم بعد از 20 سال آینده آماده خواهد بود که چه خود هسته سلول رو جایگزین کنه با یک نانو کامپیوتر، و چه بتونه ریبوسان ها رو که کار به اصطلاح ترانسلیشن رو انجام میدن و شکل دادن به اصطلاح سیکونس های اسیدهای آمینا و به وجود آوردن پروتئین که بتونه جایگزین اون به اصطلاح نانوبات ها رو بکنه، در اون نقطه شما دیگه این محدودیت رو از بین خواهید برد. یعنی مثلا چی؟ مثلا ریورس انجینیرینگ مثلا مغز که میگیم، یعنی مهندسی معکوس مغز، یعنی اینکه شما مثلا میتونید مغزتون خیلی راحت این کامپیوتری که جدید گرفته خیلی چیزا رو دانلود میکنید روی کامپیوتر جدیدتون، این رو دانلود میکنید و میتونید مثلا مستقیما مغزتون کنترل کنید. ببخشید، میدونی که ما به هر حال در حدود 15 ثانیه با یک خلاصه اخبار که سر خط اخبار رو داشته باشیم، بعد میپردازیم به ادامه صحبتمون با شما. و همینطور بینندگان عزیز هم خواهش خواهیم کرد که اگر سوالی دارن با شما در میان بگذارن. بفرمایید.
بینندگان عزیز با سلام مجدد چکیده اخبار رو با گزارشی که همکنون به دست من رسیده است آغاز میکنم. رهبران آلمان و فرانسه موافقت کردند که ممکن است تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران برای واداشتن آن دولت به متوقف کردن برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش لازم باشد. کارشناسان امنیت جهانی نگرانند که بی‌ثباتی در پاکستان ممکن است باعث شود که سلاح‌های هسته‌ای در اختیار افراطیون اسلامگرا قرار گیرد. خانم بی‌نظیر بوتو خود را برای آماده راهپیمایی طولانی از لاهور تا اسلام آباد در اعتراض به وضعیت اضطراری در پاکستان می‌کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل آزاد کردن 400 زندانی فلسطینی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مدیر اجرایی کنوانسیون تغییرات جوی سازمان ملل متحد به کارشناسان بین‌المللی گفت قصور در اقدام برای تغییرات جوی یک عمل تبهکارانه و غیر مسئولانه است. دو گروه حقوق بشر مشترکاً از دولت مصر خواستند که به ممنوعیت ثبت بهایان و مسلمانانی که به ادیان دیگر تغییر دینی دهند در اسناد دولتی پایان دهند. با توجه از سپاستان تا بخش بعدی خبر، شب بخیر. با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت کنید. تلفن تماس با ما 202-619-3062 و ایمیل ما roundtable@boanews.com. تارنمای ما www.boanews.com. برنامه میزگردی با شما رو ادامه میدیم با سام قندچی و به آینده نگاه میکنیم، اما نه با شکل و سیاقی که به گذشته نگاه میکنیم، بلکه آینده رو واقعا با چشم یک آینده بین باید نگاه کرد. حالا بسیاری از مغزهای بسیار پیشرفتهی مثل آرتور سی کلارک، مثل ایزاک آیسیموف، مثل فرانک هربرت، اینها کسانی بودن که در حقیقت یک آینده بشریت را یک چرکنویس شلاغل تهیه کردن اینها. اما در تمام صحبتی که راجع به آینده و هزاران سال در پیش می گفتند، نانو تکنولوژی منظور نشده. به همین جهت به مشکلات فلسفی برمیخورن، از جمله این که تکنولوژی تا چه حد اجازه بهش داده میشه که پیشرفت بکنه. اگر بشر اینو فکر کنه که از خودش نیست، جدا از خودش هست، میگه این فردا میاد سوار خودم میشه. این چیزی که همیشه ترس بود اینها. بنابراین چگونه میشه الان با قاطعیت باز از آینده صحبت کرد؟ امروز به نانو تکنولوژی مجهز شدیم، ولی ممکنه آقای قنچه عزیز یک مگا تکنولوژی هم پیدا بشه که اصلا اینا رو قبول نداشته باشه. ببینید وقتی که تئوری داروین مطرح شد در اروپا، یکی از خانم‌های اشراف در اروپا بود که گفته بود که امیدوارم که این تئوری درست نباشه که انسان از میمون و اینا، چون زیاد خوشش نمیومد که خب مثلا از میمون که انسان از میمون نیومده، به خودش اصلا خوشش نمیومد که بگم. میگفت ولی امیدوارم که اگر که این درست باشه، امیدوارم کسی درباره این بحث مطلع نشه، چون فهم که یه توهینیه به خودش که مثلا این از میمون و اینا. چرا اینقدر حالا اینا این آدم فکر میکنه که تافته جدا بافته از اشکال داره که از میمون اومده باشه؟ حالا بگذاریم، واقعیتش اینه که اتفاقا مثلا تحقیقات کسانی مثل کورزویو، البته من خودم با آقای کورزویو با هم دیگه در این زمینه تماس داریم و خیلی بحث میکنیم، که ایشون فکر میکنه که اصلا انسان بر مبنای به اصطلاح نتایجی که ما از تحقیقات ستی گرفتیم، که کاری که کارل ساگان اینا هم کمک کردن، فرانک دریکس 47 سال پیش شروع کرد به اصطلاح رادیو استرونومی گرفتن چیز، آقای کورزویو اتفاقا فکر میکنه که بشر تنهاست، میگه ما ایم که اتفاقا جهان رو با اینتلیجنس نو پر میکنیم. البته من هنوز خودم بیشتر مثل کپلر فکر میکنم و فکر میکنم که این چند بیلیونی که به سیاراتی که تو کل جهان هستن امکانه به اصطلاح
اینترزن لایف رو هنوز من میبینم، هرچند بحث کورزویل هم میفهمم که چرا هنوز ما دسترسی پیدا نکرد، ولی به هر حال درجه تافته جدا بافته خودش رو میبینه برگشته به اون فکر. ولی کن این که نکته ای که شما میفرمایید، شما از ترس از تغییره، ترس از این هست که ما بسیار وحشتی است که از فیلم فرانکشتاین هنوز در دل همه میندازه. اصلا ملاحظه کنید موقعی که اولین ماشین بخار درست کرد، جیمز باد درست کرد، چیکار کردن؟ رفتن کارگرها رفتن زدن و خرد کردن تمام اینا رو، برای اینکه فکر میکردن این ماشین دیگه هیچ کار و زندگی دیگه برای اینا باقی نخواهد گذاشت. ولی آیا بعد از این همه سال ماشین ها کار زندگی از آدم ها گرفتن؟ درسته. یه سواله ولی اساسی ترم که مطرحه اینه که آیا مگه جوامع باید همیشه بر مبنای کار پاداش بدن؟ ما اساسا درآمد مردم از سن و به اصطلاح منبع درآمد ما میبینیم امروز. درآمدی هستش که از کار، درآمدی که هستش که از مالکیت، مثلا شما صاحب مثلا سهامی هستید، چیزی هستید غیره، یا زمینی ملک غیره، و درآمدی هستش که از امکانات دولتی و رفاهی و غیره است. این سه منبع درآمد امروز تو تاریخ ما داریم، همیشه که اینجوری نبوده و همیشه هم همه تولید هم انسان مرکز نبوده. تولید در بسیار جامعه بشری درست انسان مرکز، ولی مثلا فرض کنیم تولیدی که زنبوره اصل مثلا اصل درست میکنن انسان مرکز نیست، اصلا انسان توش نقش نداره، تولید داره میشه و اون تولید رو شما میره صاف میگیره اون اصل میخورید. پس درسته شما فقط با کار بجون این لازم نیست. ما در مورد مثلا ما نانوتکنولوژی اساسا معنی اصلا نانوتکنولوژی، حالا خیلی جزئیات تکنیکیش همه میرن توش، ولی معنی اصلی نانوتکنولوژی یعنی این که شما تولید مثل تولید کارخانه‌ای دارید میکنید ولی در سطح مولکولی، یعنی از در سطح به اصطلاح از اتم دارید بیلد میکنید. بحثی که واقعا با آقای درکسلر یه نوشته من دارم، نانوتکنولوژی آیا نانوتکنولوژی واقعی است، و آقای درکسلر، اریک درکسلر که پای گزارشه این نانوتکنولوژی هست، در این باره یه چیزی نوشته به من تو سایت من هست که بحثی که میکنه میگه که خب اصل بحث همینه، میگه این در نتیجه برای کشور عقب مونده بیشتر مطرحه. بحثی که من یعنی مطرح کردم اونجا، چرا برای یه کشوری مثل ایران خیلی مطرحه؟ چرا مطرحه؟ برای اینکه ما واقعیتش بریم، فرق ما با یه کشوری مثل سوازیلند آفریقا در چیه؟ نمیگم فرق تمدن و فرهنگ و اینامون به جای خود همیشه موزه بحثمون الان اینه، از نظر اقتصادی دارم صحبت میکنم. فرق ما اینه که الان نفت داریم، خب اگر نفت رو نانوتکنولوژی نفت رو بتونه به وجود تولید کنه، که همچنان فکر نکنید خیلی راه دوریه، و در خیلی از کشورهای الان آفریقایی که یه دورانی کشورهای پیشرفته احتیاج به مواد خام داشتن، مواد خامی که همینطور که به نفت دارن به خیلی مواد خام دیگه هم احتیاج داشتن، به احتیاج به کار ارزان داشتن و احتیاج به مارکتایی که تو این کشورها به وجود میاد. وقتی الان خیلی از این کشورها دیگه اصلا مواد خامشون کسی نمیخواد، یعنی این نیستش که بگید آقا شما امپریالیست نرید تو سرمایه‌گذاری کن، خودشون نمیرن سرمایه‌گذاری کنن. مثل سوازیلند، طول عمر مردم تو دنیایی که طول عمر الان در کشورهای پیشرفته بالای 60 70 داره میرسه، سوازیلند رسیده به 30 سال، اینقدر رفته پایین، اینقدر طول عمر داره میره پایین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی نه علاقمند به مواد خام این هاست، نه به نیروی کار ارزانیه که تو نیروی کاری میخوان که نیروی کار به اصطلاح اون مهارت‌های لازمی که میخوان داشته باشه، مثل نیروی کار مثلا کشور تایوان، دنبال نیروی کار کشور سوازیلند کسی نمیره، و در نتیجه بازاری هم نداره که کسی براش مطرح بشه، اصلا این کشور هم تونی مونده اونجا. ما میتونیم در صورتی که از دست دادن نفت کشورهای البته کشور ایران هنوز بغرنجی‌های به اصطلاح تولیدی و مهارت های مردم خیلی بالاتر، ولی خیلی کشور عربی که اصلا به نظر من خیلی میتونن راحت به اون درجه سقوط کنن. در وجه اینها تأثیر داره خیلی مستقیم روی زندگی مردم. نه تنها نباید بترسیم، بلکه باید خیلی بترسیم به یه عبارتی، یعنی نباید فکر کنیم که اینها مسائل کشور خیلی پیشرفته است، اینکه داریم میگیم نقطه انفصالی داره شکل میگیره. اگر نقطه انفصالی شکل بگیره و این تکنولوژیایی که ما داریم میبینیم در 20 سال آینده، یعنی بحث هزار سال دیگه نیست. چرا میگم هزار سال دیگه نیست؟ ببینید ارزیابی کورزویل میگه که قرن 21 یعنی 100 سالش معادل 20 هزار سال گذشته است،
یعنی چی؟ یعنی فاصله ما مثلا از مصدق معادل فاصله مصدق از کوروش هم بیشتره. یعنی اینقدر سرعت. سام عزیز، تلفن های بسیار زیادی داریم. الان من 4 تلفن مینام از تهران روی خط هست. سلام تهران، بفرمایید. الو آی بالو. جانم بفرمایید. من سلام میکنم به شما و آقای قنچی. جناب آقای بالو، برنامه بسیار پرباری از نظر پیشرفت علم در جهان کنونی رو شما عنوان میفرمایید، در حالی که کشور ما در ابتدایی ترین وضع سیاست دنیا قرار داره. جناب آقای بالو، ببینید در 200 سال اخیر دنیا در کجای از علم پیشرفت کرده؟ وقتی فرضیه داروین به وجود اومد، همین آقایون به نام دین چه کردن؟ که آقا ما حضرت آدم بود، بدون اینی که حتی یک مبنای علمی و یک سابقه علمی از حضرت آدم جز کتاب‌های مذهبی وجود داشته باشه. آقای بالو، قضیه بر این است که اون چیزی که در کشور ما مثلا به عنوان پیشرفت علم میشه، آقایون استفاده میکنن عبارت از همین تشکیلات کامپیوتری که روش آیات قرآن بیارن، روش بهار الانوار بیارن، تمام اون پیشرفت‌های علمی رو اینها بذارن توی یک تشکیلاتی رو قائمش کنن و فلانش کنن. آقای بارلو، در کشوری که آقای خامنه ای عنوان میفرمایند مظلومیت فرهنگی یعنی ضد علم، مظلومیت فرهنگی یعنی چاپلوسی، مظلومیت فرهنگی یعنی ببین و بفهم و خفش رو، مظلومیت فرهنگی یعنی اصولگرایی یک عده توی مجلس که بگن ما اصولگرا هستیم، شاهد تمام جنایات باشن، کما اینی که فردا صبح که مجلس برقراره اینها جز چاپلوسی برای انتخابات آینده چیز دیگری نداشته باشن. در علم ما جناب آقای بالو، علم تشکیلات پیشرفت علم ما یعنی استفاده از علم و همین تشکیلات راهبردهای علمی برای در ابتدایی ترین راه گذاشتن این مردم. این است که آقای خامنه ای میاد حکومت خلیفه گری رو با اون همه انحراف ایجاد میکنه، بعد میگه آقا این هست اصل قضیه و بقیه دنیا هیچه و فراموش میشه. من امشب واقعا جناب آقای بالو، شما شاهد انتخابات مفترضانه آینده خواهید بود و ملاحظه بکنید که امروز احمدی نژاد میره توی علم و صنعت، فقط یک تعداد دانشجو باید عکس آقای خامنه ای، عکس آقای خمینی رو بگیرن و دیگه بقیه جزو هیچ هم. این از سر کشور ما. من شب روزتون بخیر میگم. سلام آقای بالو، انشالله موفق باشید در برنامه. مرسی عزیزم، خیلی ممنونم. آقای قنچی مرادین فرمید، ما داریم از آینده ای صحبت میکنیم که ذهنی باز و روانی پاک میخواد برای اینکه به این آینده واقعا برسه. و اما دوست گرامی ما میگن که در نقطه در دنیا در ایران الان حرکت های رو به عقب، خودتون دیدید، امیدی باقی نمیگذاره برای اونها که بتونن در این مسیر طبیعی پیشرفت بشر قرار بگیرن. ببینید، یک جنبه بحث اینه که در یه جامعه برای راهیابی آیندهش یک بار زمان انقلاب، جامعه ایران از خودش سوال میکنه من چرا این میخوام برم، و راه های چپ و راست و غیره هیچ کدوم مورد توجه قرار نمیگیره به دلایلی که میشه خیلی مفصل بحث کرد که چرا اینطوره، و بالاخره جامعه میره به عقب، نیروهایی که خواهان برگوازش به گذشتن پیروز میشن به هر دلیلی. امروز ما کشمکش های دارونی ایران رو داریم میبینیم و مسئله پیشرفته بشه، و اینو بحثه یه که خیلی علاقه سیاسه خیلی صحبت کردیم، مثلا این انقلابی که به نظر من خوبی و خیلی واپسگرا بوده و امروزی که به اصطلاح راهیابی جامعه ایران، راهیابی به سوی آینده است. ولی ببینید، دوران یه دوران بعد از جنگ جهانی دوم، دورانیه که خیلی کشمکش همش هست بین این که مثلا سوسیالیست برویم یا سرمایه داری. آینده نگری مدرن اصلا از اون دوران شروع میشه. کسانی هم که پایه‌گذارانش هستن، برتراند دو ژوونل و آسیپ فلکتایم در آلمان، برتراند دو ژوونل در فرانسه. بحثی که اینا طرح میکنن، اینا نمیگن بریم راهی بین سرمایه داری سوسیالیسم، مثلا راهایی که مثلا فرض کنیم کسانی مثل تیتو و اینا بحث میکردن. اینا میگن نه، اصلا باید فراسوی این جامعه صنعتی. جامعه صنعتی پاسخگو نیست. خیلی از ایدئالایی که ما داریم نمیتونیم باش برسیم. اما اینجا صحبتی که دارن در
این سوی دنیا میکنه مسئله یک جامعه سنتی نیست، مسئله جامعه دینی هست. درسته. همچنان که در همین جامعه هم درسته. وقتی طرفداران کرییشن و خلقت که میگه در 6 روز برای ساخته شده، توقع دارن این در مدارس هم تدریس بشه، بگن که بله تمام این حرفایی که زدن همش بی خود بوده، اینها در 6 روز خداوند نشسته و یک دو سه تا روز ششم هم آقا رو خلق کرده، آدم رو بعد ایشون هوا مد دنده اون در اومده. یعنی وقتی که براخره مسئله ای که بشر داره این صد دینی با این، آیا باز هم میشه در سال 2027 رسید به این؟ نه این اتفاقا من اتفاقا میخواستم همین رو بهتون بگم، تازه اون فاصله اونا تازه خیلی کمتر بود، ما جنگ جهانی دوم داریم اروپا رو میگیم، تازه همش 100 سال فاصله است، عقب میگم مثلا 100 سال عقب مونده بوده راهاشون. اینی که داریم میگه شما مثلا 1400 ساله، میفهمم منظورتونه، ولی منظور من این هستش که راه حل های گذشته هم را کار نمیکنه. یعنی نه تنها این راهی که این ایران به اصطلاح داره، رژیمی که ما باش طرف هستیم کارانیست، راه بیرون رفتن ازش هم با راه های قدیم دیگه کارانیست. اگر راهی که ما در مشروطیت میرفتیم، میگم حتی 50 سال پیش، میگم مثلا جنبش ملی مصدق غیره جنبش ملی شدن نفت، بحث من اینه که فاصله ای که ما الان از اون زمان داریم معادل فاصله مصدق هست از کوروش. یعنی اینقدر فاصله داریم، اون راه ها دیگه امروز کارا نیست. یعنی امروز برای خیلی از راه حل هایی که ما برای جامعه ایران میخوایم بریم جستجو بکنیم، فکر نکنیم که او حالا که ما که آمریکا نیستیم، ما که اروپا نیستیم، ما که تایوان نیستیم، ما نه اینجوری فکر نکنیم. اگه اینجوری فکر کنیم راه حل هایی که میدیم اون راه حل ها کارایی در این دوران تاریخ نداره، چون ما کار نباید داشته باشیم که این رژیمی که در ایران هست، که کسانی که دارن برنامه‌های خیلی واپسگرا ارائه میدن، مثلا میارن چای چمکران میخوان جواب مثلا مسئله اقتصادی و سیاسی ایران رو پیدا کنن، ما نباید بیایم بگیم خب مثلا چای چمکران نرید، به جاش مثلا بیاید برید مثلا از به اصطلاح ماشین مثلا چتک استفاده کنید، یا مثلا ماشین حساب استفاده کنید، یا خطکش محاسبه استفاده کنید. راهی که ما داریم ارائه میدیم باید خیلی جلوتر از این باشه. اتفاقا خیلی از کسانی هستن الان من میبینم در ایران، کسانی هستن که به زمینه های آینده نگری، نانو تکنولوژی و هوش مصنوعی خیلی کار کردن. مثلا یکی از نوشته های خودم رو من دیدم تو ایران چاپ شده به اسم یه نفر دیگه، به اسم دیگه، فکر میکنم از بس چون سایت من رو ممنوع کردن و فیلتره و چاپ نمیشه اینا، به اسم دیگه گذاشته، یه نفری چاپ کرده که حداقل مطلب بتونه پخش بشه. یعنی علاقه وجود داره به این مطالب، به این بحثا، و من فکر میکنم که شاید هیچ کشوری افراد سیاسیش اینقدر پیشرو نیستن علاوه فکری اندیشه که ایران. من خودم مثلا تماسایی که از ایران میشنوم، کسانی که میشنوم اینا، واقعا خیلی مردم ما و به اصطلاح مردمی که تو این جامعه بسیار عقب مونده دارن زندگی میکنن، ولی انقدر پیش رو میاندیشن. اجازه بدید تلفن دیگری از تهران داریم. سلام تهران، بفرمایید. تهران لطفا بفرمایید. سلام جانم، بفرمایید. سلام بفرمایید عزیزم و سلام حضور مهمون عزیزتون آقای قنچی. در رابطه با مسئله که آقای قنچی فرمودن که در حقیقت رزرس انجینیرینگ چیزی که یه سری پروگرام هایی که هست یا یه سری دانش هایی که هست ما دوباره دانلود میکنیم، فکر نمی کنید آقای قنچی که مسئله رزرس انجینیرینگ در حقیقت یک فانکشنینگ سیستمی هستش که در حال حاضر داره فانکشن میکنه و ما برمیگردیم در حقیقت اینو انجینیرینگش رو توی اون کورش یا توی مرکزش و اینو فیگورات طوری دیزاین شده و در حقیقت ما تو از اون متن یا باطنش این طراحیش تست میکنیم و میفهمیم چطوریه. در حقیقت بیشتر معنی رورس انجینیرینگ به این صورته که براتون توضیح دادم که ما معمولا از چیز، یعنی the functioning system is being kind of
kind of rerouted back to its core. Yes. And that is where we find how this system is being functioned and it's working. و یک مسئله دیگه هستم که اونم به این صورتی که بهش میگن نیچور انجینیرینگ. نمیدونم در مورد این آقای قنچی اطلاعی دارن یا نه، که در حقیقت چه حیوان ها چه انسان، تمام ماها یک مهندسی هستیم از طبیعت، که اگر شما توجه کنید به هر حال این اجزا به صورتی که کنار هم قرار گرفته فانکشن میکنن. به مجردی که اصلا رابطه این اجزا به هم میخوره، اینجاست که ما فانکشنالیتیمون رو یا اون کاربردیمون از دست میدیم. و نام انجینیرینگ در حقیقت برمیگرده به این مسئله که ما میایم میبینیم که در حال حاضر برای ثبوت همین مسئله میبینیم که اگر یک اکسسی داشته باشیم که اکسمون در حقیقت زمان باشه و وایمون یا ایگره که به قول ایرانی ها پیشرفت تکنولوژی باشه، زمان با پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر یه حالت لوگاریتمی پیدا کرده. در نتیجه ما میتونیم بگیم که در حقیقت اون کریتیو بودن، اون خلاقیت انسان ها یک حالتی پیدا کرده یا که برمیگرده به پیشرفت تکنولوژی. درست مثل عضله میمونه که شما وقتی تمرین میکنید و ورزش میکنید قوی میشه، و هر چقدر روی این مسائل فکر میکنیم و پیشرفت میکنیم، ببینیم که اگر در مثلا 100 سال گذشته ما در طول 10 سال به اندازه یک سال از نظر تکنولوژی پیش می رفتیم، در حال حاضر در یک ماه به اندازه 20 سال داریم پیش می رویم. و این همینطوری جلو میره که این مسئله در حقیقت ما دنبال همین هستیم که این نقاطی که واقعا باعث میشه که انسان ها کریتیو بشن و این کریتیویتیشون زیادتر بشه، ما سعی کنیم اینا رو در حقیقت یه مقداری تقویت کنیم و در مقابل بیماری هم همچنین بتونیم یه مقداری لوکالایزشون کنیم و اون پروتئین ها و اون چیزهایی که هستش که جلوی بیماری ها رو میگیره در حقیقت اینا رو اکتیف کنیم و انسان از بیماری دور باشه و مریضه به خصوصی رو نگیره. و در همون حال هم اون نقاطی که حالت کریتیو دارن اونا رو قوی کنیم و بتونیم که در حقیقت انسانو به اون حالت پرفکشنش برسونیم. مخصوصا نظر آقای قنچی رو اصلاً دوست عزیزم خواهش میکنم شما یک محبت بکنید، خواهش میکنم تلفنتون رو یا ایمیلتون رو لطفاً در اختیار دوستان ما در اتاق فرما قرار بدید. من دلم میخواد بعداً باز هم با شما صحبت کنم. به نظر من شما نکاتی دارید و حرفهایی دارید که باید بیشتر در موردش صحبت بشه. و محبت تو کنید دوستان عزیز در اتاق فرمان، اگر تلفن یا آدرسی از این دوست گرامی بگیرن که من بتونم بعداً باهاش تماس بگیرم. آقای قنچی بفرمایید. اینکه در مورد ریورس انجینیرینگ من صحبت کردم، ریورس انجینیرینگ هم برین که الان روش داره کار میشه و یه سری سکنایی هستش که سلایس های مختلف برینه که و یک چیزی هم ریورس انجینیرینگ بایوتکنولوژی. به این معنی نیستش که تمام اصطلاح توسعه های جدید چه آرتفیشل انتلیجنس چه نانو تکنولوژی بر مبنای این ریورس انجینیرینگ انجام میشه. این که شما میفهمید دقیق درسته که اینها چیزایی هست که سیستم هایی که به کلی کلش داره کار میکنه، مثل سیستم های ژنتیک که ما داریم و در نتیجه خب این سیستم ها اجزایشو که میخواید تقویت کنی، تضعیف کنی، غیره میکنی. ولی که اون چیزی که ما بعد از سال 2027 میبینیم تکیه اصلی روی سیستمی است که جایگزین کردن نوکلیوس هسته سلول اصلا با یه نانو کامپیوتر، نانو بایو کامپیوتر بهش میگیم، و جایگزین کردن خود ریبوسوم با نانوباته. در نتیجه اساسا این نیستش که ما داریم مثلا ترانسکریپشنایی که از امروز ما توی هسته سلول میبینیم یا اینکه به اصطلاح ترانسلیشنی که مثلا در رابطه با ریبوسوم میبینیم داریم اینا رو تصحیح فقط میکنیم، هرچند اینها رو شناختمون رو بیشتر خواهیم کرد به خاطر پروسه ایجینگ رو به اصطلاح ریورس کردن توی سلولی که فعلا در استفاده میشه. ولی اساسا جایگزین کردن اینها با به اصطلاح ماشینری جدید و کم کم بیولوژی رو کنار گذاشتن، یعنی بحثی که اساسا کار کورزویل هستش
و حتی کاری که کروزویل تری اندرسن تری گروسمن دارن میکنن بحثیه که به اصطلاح رفتن فراسوی انسان بیولوژیکه، انسان رفتن فراسوی بیولوژیه، یعنی بیولوژی روزمن این نیستش که همیشه ما این بیولوژی رو تحصیل میکنیم. با وجود این که میگم ژنتیک الان اقلا تا 20 سال آینده تاکید اصلی روی ژنتیک خواهد بود نه ننوتک، ولی که این به این معنی است که ما همه چی رو از بر مبنای فقط ریورس انجینیرینگ میبینیم، نمیبینیم. مثلا همین الان خیلی از سیستم های نورال نتورکس تو ارتفیشل انتلیجنس هستن که اصلا سیستم های لرنینگ یاد گرفتنی تو خودشون دیولپ دادن که اصلا سیستم های لرنینگ هیومن لرنینگ نیست. در نتیجه ما فقط محدود به متد هایی نیستیم که در نیچر آلردی اویلیبل، هرچند درست میفهمید شما، یعنی چیزایی که به صورت روی وقتی ریورس انجینیرینگ داریم میکنید باز با سلول طرفی که کل مجموعه داره کار میکنه، تو فقط یک جزءشو مثلا میخوای کارکشن به وجود بیاری تو اون چیزی که مثلا ویروس ایجاد کرده یا تو اون چیزی که باعث مثلا فرض کنیم به صورت سرطان شده یا حتی ایجینگ شده، مثل کاری که تری میگم گروسمن و الان کروزویل دارن میکنن تو تری اند به اصطلاح rayandterry.com، اینه که میان مثلا ساپلیمنت هایی دارن یا تقویتی هایی رو دوای تقویتی رو دارن توصیه میکنن که بتونه همین زندگی که امروز شما دارید و تو همین چیزات بیولوژیکی که دارید رو تو همین شما رو به اصطلاح بتونن ایجینگتون رو عقب بندازن برای 20 سال آینده، حداقل 20 سال کمک میکنن و این. ولی هدف نانو تکنولوژی نخواهد بود بعد از این، بعد از این خیلی فراسوی اینه هدفی که داره. بس مغزم ببخشید یه چیزی قطعه مگه مثلا حتی مغز، اینکه مغز مثلا از نانوبات ها بتونن خودشون شبکه وایرلس داشته باشن که بتونن تماس بگیرن با بیرون دانلود کنن اطلاعات چیز کنن بیا درستش کن دیگه با اینترنت بحثی مستقیم با حل کنم پشمان، چون در این فرصت کمی که داریم نمیخوام این سوالی که داره پژمان میگه من دانشجو رشته الکترونیک در ایران هستم، لطفاً از آقای قنچی خواهش کنید چند سایت به عنوان سورس برای تحقیقات در این زمینه به ما معرفی کنند. ما فرصت کمی داریم، اگر ممکنه آقای قنچی این اعتراض در چند تا سایتی که من توصیه میکنم، یکی سایتی هستش به نام rayandterry.com www.rayandterry.com که سایتی هستش که ری کورزویل و تری گروسمن برای کتاب فانتاستیک وایجشون درست کردن که توش تمام این 250 تا تقویتی هایی که بتونه کسی بخوره و بتونه سن پروسه ایجینگ رو چیز کنه توش ذکر کردن. هرچند من اینو دوباره تکرار میکنم، حتما با دکترتون تماس بگیرید چک کنید و قبل از اینکه بخواید هر کدوم از اینا رو مصرف کنید. سایتی که در رابطه با بحث سینگولاریتی به نظر من با سایت بسیار خوبیه، سایت خود کورزویل به نام www.singularity.com. اگر هم نوشته هایی که بخواید، من خودم در این زمینه، در زمینه نظر خود کورزویل نوشته هم Singularity and Us هست که من نوشتم یکتایی انفصالی و ما، و اینا هم چیزایی که خود کورزویل هم مطالعه کرده، چیزایی که من نوشتم، یعنی بحث تو این سر این بحث، چون بحث میگم هوش مصنوعی محدود ابزار هوشمند بحثی که خود من ارائه کردم، ولی بحث اینکه نوع جدیدی که داریم طرح میکنیم بحث به اصطلاح نقطه انفصالی که بحث کورزویله، به این نوشته میتونید مراجعه کنید مال من برای مقدمش. برای بحث نانوتکنولوژی مقاله آیا نانوتکنولوژی واقعی است تو سایت خود من www.ghandci.com که اونم آقای اریک درکستر مؤلف کتاب Engines of Creation موتورهای خلقت که فارسی هم ترجمه شده میتونید. آقای قنچی عزیز بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. حرف اصلی این است که آدم باید از دیوار جهل بترسه که پشتش وانسته، اما از پیشرفت نباید بترسه. اجازه بدید با همه شما خداحافظی میکنم برای امشب و سپاسگزارم که با ما بودید، همینطور از سام قنچی. شب خوش.